ملت ما، مردم ما، جوانای ما که کشته میشن، چه میشن، چه میشن، بازی میدن. و همونطور که قبلا گفتم دیگه، الانم ثابت شد تو برنامه خودم، من پس فرض شرح کاملش رو بدیم با اسناد، حتی قوه هایی مثل قوه قضاییه ایران، استاد سیروس شرمشاهی، 100% در اختیار ایناست. از روز اول انقلاب، از روز اول انقلاب سیاه که زدن عمرای ارتش کشتن، زدن بزرگان و فرهیختگان ایران آریایی رو کشتن، جوانای ما رو، نسل شورشی رو، 120,000 نفر رو کشتن، همه اینها رئیسای قوه قضاییه که این حکم ها رو صادر میکردن، بازرگان که نخست وزیر بود، مرتکه دیگه که رئیس جمهور بود، او علاقه که دیگه که چه بود، قوه قضاییه بود، دادگاه ها تا الان دادگاه ها هستند که ایران رو با اولویت میندازن با کشتار نسل نو و جوان ما، که اگر کسی هم میخواد یه کاری بکنه نمیتونه. و بعدم با آفرینش جنگ ها اون قدرتی که ایران تو منطقه داشته و باید داشته باشه، چرا تضعیف بکنم که به راحتی ایران بشه همون صحرای سوخته ای که میخوام که بتونن نفتش برکت بره. اگر مهر اهورایی نبود، اگر خردمندی این ارتشی های آموزش یافته قدیم نبود، آقای شرفشاهی، همون جنگ ایران عراق که همه رو کشته بودن، مغزهای ارتش ایران رفته بود، معجزه آسای ایران مونده تا الان هم مردم، من دیگه بهتون بگم امید پامیدینا با این وضعی که داریم میبینیم، حمله میکنن ایران رو با خاک یکسان میکنن، با خاک یکسان میکنن، چون هنوز که هنوز تروریست پروری، پشتیبانی از تروریستی که به ما هیچ ربطی نداره، برید مطالعه کنید کلیت ایران در جنگ با ما میجنگید، لبنانی و فلسطینی و همه در کنار صدام حسین بودن، فیلماش هست های شرفشایی استاد، اینا میتونم برم فیلم ها رو نگاه کنم. و حالا ما 40 و خورده ساله چون بیگانه در ایران حاکمه، این ترانه زیبایی که دارش خونده به مال معینی کرمانشاهی شعرش که بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران است، اینی که همه میگن اشغالگران تازی بایستیم، فرقه بایستی بره، تا اینا نرن، تا ایران پاک نشه از این چهره های پلید میلیونی دشمن ما. 88,000 نفر پاشدن رفتن آقای شرفشاهی مکه، تازه میگن 4,000,000 میخواستن برن. امید حد داره، اندازه داره، توان میخواد، قدرت میخواد، روپا برخواستن میخواد، فریاد میخواد، مثل اون بچه که جلو خامنه ای با اون شجاعت و گستاخی بچه ها داد دادن. استاد سیروس شرفشاهی عزیزم، بله در خدمتتون هستم. بله، این مسئله جزایر خلیج فارس که متعلق به ایران است، جزیره این چینی ها هم حتی مثل که غیر مستقیم اعلام کردن متعلق به اماراته، این در پاریس در فرانسه چه جور بازتاب خبری داشته؟ برحال استاد سیروس شرفشاهی، ایران الان در جهان منزوی و تنهاست و همه کسایی که با ایران معامله میکنن و ازش بهره میبرن و اینها، حتی همون روسیه و حتی همون چین، اینها به هیچ عنوان در برابر قدرت مالی و سرمایه گذاری های میلیارد دلاری اعراب در سرزمین های خودشون از ایران پشتیبانی نمیکنن. سه تا جزیره رو فقط در یک مقطع تیمسار حبیب الله سیاری، این فرزند دلیر ارتش شاهنشاهی ایران که الان هم خب هست ولی آموزش یافته اون موقع هست، ایشون در یک مقطعی به عنوان فرمانده این جزایر رفت اونجا و اعراب میخواستن اون موقع نیرو پیاده کنن، که صحبت های خودش هست، حالا میشه دفعه دیگه براتون پخش کنم، که وقتی میخواستن نیرو پیاده کنن، این پاشا با شجاعت با زن و بچهش رفت اونجا نشست. وقتی هم نشست گفت ما یک بیگانه پاشه بذاره اینجا، کشوری که اومده رو زیر با خاک یکسان میکنیم، قطر باشه، امارات باشه، اون باشه، بیام، ما شما رو نابودتون میکنیم، تمام این بیزنسی که توی سالها ساخته شده با خاک ایران، با آب ایران، همه رو نابود میکنیم. تا وقتی تیمسار سیاری اونجا بود، و خب میدونیم که تیمسار سیاری ماست تا چرفچه 75% معلول جنگیست،
یعنی بدن این آدم که با مهر یزدان پاک سرپا وایستاده همچنان 25% کار میکنه، 75% معلول جنگی تیمسار حبیب سیاری. ایشون حضورش اونجا، خصوصا که با زن بچهش رفت و خصوصا همون هنگامی که گفتن بعد از ظهر اینا میخوان حمله بکنن، همون بعد از ظهر ایشون پرواز گرفت، زن بچهش رو برد اونجا و نیرو پیاده کرد. کار بسیار خوبی که موقع ایشون کرد، نیرو که پیاده کرد، آقای شرفشاهی از تمام نیروهای ایران، یعنی از ارتش، نیروی هوایی، نیروی چکاور، نیروی زمینی، سپاه، بسیج، از همه اینها نیرو پیاده کرد اونجا. خب اینا با لیزر و با ماهواره و با میدیدن که این نیرو اومده، اینا ترسیدن این کار میکنن. ولی با بحرانی که الان پدید اومده در جهان، من همین عرض کردم که گفتم فیل بودن ما شده گربه، حالا گربه بودن ما هم مطمئن باشید با این بیبخاری مردم سرزمین ما موش خواهد شد و ایران رو تقسیم میکنن و با خاک یکسان میکنن. الان داره زمیناش چیده میشه استاد شرفشاهی. یعنی اگه قطعنامه متنامه یه چیزی تصمیم بشه، یا هواپیما میرن تمام پالایشگاه ها و چه ها منابع اقتصادی و همون کاری که با کشورهایی که دیدیم توی سالها جنگ رو بهش بردن شده، میشه با ایران. و امید دیگه وجود نداره الان در برابر این، من راک میخوام بگم دیگه امشب اینو، در برابر این بیبخاری خاموش مردم که از بچه های خودشون حمایت نکردن، هیچ امیدی دیگه نمونده. بعد بیان مشکینی رو بزنن برای شاه رئیس خبرگان، بعد بیان بازیتون بدن برای بازی کارنوال انتخابات که بیان 100 نفر عضو اسم بنویسن و تو اینا 10 نفر پرده در بیارن، تو اینا 8 نفر باشن که میخوان نون به غذا هم بیارن، ولی از قبل معلوم کی رو میخوان بذارن رئیس جمهور بشه. و این تا این حد با ذکاوت و انتلیجنت ایرانی بازی کردن، خب تقصیر خود اینا هم که تو ایران هستن و خارج هستن که بازیچه شدن و میشن شوربختان. استاد سیروس شرفشاهی خطر هست، نه برای 3 جزیره، برای کل ایران. استاد سیروس شرفشاهی، بله، این مردک رئیس جمهوری رو که کشتن، خب این در واقع پاره افراد معتقدن که جاده رو باز کردن که پسر خامنه ای در حال تنها کاندیدای ریاست جمهوری بعد از خود رهبر و اینا باشه و خود مملکت اداره کنه. حالا آیا این مسئله در اروپا هم بازتاب داشته که مسئله واقعی این بوده که کشتن این رئیسی علتش اینه که پسر خامنه ای تنها فرد باقی مونده برای رهبری باشه؟ استاد سیست شرفشاهی، یک در فلسفه یک بندی داره، یک مبحثی هست، میگه زکی ذکاوتمند اون کسی است که هر گلوله ای که، حالا گلوله اون موقع نبوده، من میگم گلوله، هر گلوله ای که به سوی تو میاد، تو قدرت اینه داشته باشی، مثل این فیلم هایی که میسازن که گلوله رو بگیری پرتش کنی به سوی دشمن، مثل اینکه مثلا کوکتل مولوتوف، نارنجک، گاز اشکال، چیزی میزنه بچه ها پرت کنن. حالا پدیده ترور رئیسی ادله زیادی هست، نشانه های زیادی هست. اصلا بعضی ها دارن الان مطرح میکنن که مثل خیلی ترورهای دیگه که شده، چون تو ایران که خود اینا که حاکم نیستن، خیلی از ترورهایی که شده که مثلا روسیه کرده، جیمز باند کرده، جیمز باند کارش تروره، جیمز باند کارش تروره و به نام اعلیحضرت و اولی حضرت میکنه و مداخلات افتخار میکنه. بیاد، یعنی کسایی که مثل علیرضا پهلوی، مثل لیلا پهلوی، اینا کسایی که احساس میکنن براشون خطرناک هست برمیدارن. حالا رئیسی الان اصلا دیگه در اومده که چون این رفته بود همپا و پایاپا، همونی که مدیر سازمان سیای امریکا زمان اوباما به ما گفت که ما میخوایم با ایران پایا پا بازی کنیم، نمیخوایم بگیم ما برتریم. این برای همین هم است که سازمان ملل امریکایی‌ها تسلیت گفتن اینا، که علکی نبود. این پلیتیک و دیپلماسی رو داشت در پیش میبرد که همونطور که ظریف گفت، ظریف اشاره کرد به اینکه روسیه و چین نمیخوان که ما درگیر بشیم با آمریکا و غرب، ولی میخوان که تو آغوششون نریم.
این رئیسی رفته بود تو آغوش، یعنی نفت به اینا میداد. الان نفت ایران رو میخرن غربی ها، همشون دارن میخرن و کار میکرد با ایشون، هر چی میخواستن بهشون میداد، یعنی کسی نبود که به اینا نبگه. بعد برای بریکس اینا و برای استعماری که اینا میخوان تو ایران حفظ کنن و اینا خطرناک. از اون طرف یک هفته قبل این که بکشنش، من اینجا خدمت شما گفتم فقط رئیسی و مجتبی خامنه ای دو نفری بودن که مجلس خبرگان از سه سال پیش انتخاب کرده بود که بین این دوتا میخواسته یکی رو انتخاب کنن. خب مسلم بدانید که بین این دوتا رئیسی انتخاب میشد، چون الان رئیس جمهور بود، امکانات مالی، سلام، خوشبش با اعضای خبرگان فلان فلان، رئیسی میشد. خب از این برم اینا سود بردن. از اون طرف الان میخواستن همین جنگی که الان میخوان راه بندازن با زدنش، میخواستن بگن که چرپه آذربایجان، و آذربایجان هم تا دیروز با ایران بد بود، الان یه شبه خوب شد، تو مامورای موساد هم اونجا هست، بس یه موساد داده که باز درست مثل جریان کنسولگری ایران در دمشق تنش به وجود بیارن بین ایران و اسرائیل که ایران وارد جنگ بشه با اسرائیل. خب اونم نشد، یعنی باز ارتش شاهنشاهی اینجا ذکاوت و زیرکی خودشو چه کرد. یعنی زرنگ تو دنیا کسیه که یک توپ که مترکه هر کسی به نفع خودش بتونه استفاده کنه، ولی بزرگترین استفاده رو نظام جمهوری اسلامی برد از خونه ای. یادتون نره، چون به پایان برنامه رسیدیم، همین امدره استاد چرمشهی، یادتون نره همین بازی که الان پیش اومد که اینا چند میلیون آوردن تو خیابون، دقیقاً 40 سال پیش با انفجار حزب جمهوری اسلامی که در همین تیر ماه بود اتفاق افتاد. باز همه فکر میکردن 120 تا از ایران رهبران ایران کشته شدن، ولی اینا 8 میلیون آوردن تو خیابون 40 خورده سال پیش. بعد رجایی با آنها هم که کشته شدن باز استفاده کردن از خون، اینا خون استفاده کرده و میکنن. بله، بسیار ممنون از شما، مطالب جالبی که در این برنامه در حال عرضه کردیم، مثل همیشه از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. سپاسگزار از شما استاد چیز شرفشاهی، سپاسگزار از کارگردان برنامه، با امید دیدار. بسیار ممنون. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت، همراه آقای دکتر قرقز دوست، سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درودی دیگر.